در این بخش میخوایم در رابطه با دردهای استخوانی و آرتورزی صحبت کنیم امروز چند پیشنهاد داریم برای افرادی که به این دردها دچار هستند اولین پیشنهاد ما در رابطه با سوار و پیاده شدن از اتومبیل این افراد بهتره برای سوار شدن به اتومبیل ابتدا کمر خودشون رو به سمت اتومبیل قرار بدن بعد روی صندلی بشینن و بعد پاهاشون رو وارد اتومبیل بکنن دقیقا این کار رو برعکس انجام بدن برای پیاده شدن از اتومبیل گزینه بعدی انتخاب یک کفش مناسبه همه ای ما میدونیم که دامنه حرکتی در این افراد بسیار محدود میشه پس این افراد اگر دوست دارن فعال بمونن باید کفشی رو انتخاب کنن که پاشنه پای اونها رو به خوبی حمایت بکنه و تای اون نرم و بالشتی باشه همچنین اگر این دردها در مچ دسته باید از عضلات بزرگتر برای حمل اجسام استفاده بشه مثلا اگر دوست دارید از کیفتون به راحتی استفاده کنید از کیف استفاده کنید که بندهای بلند دارن این کار کمک میکنه که به عضلات مچ فشار کمتری بیاد همچنین برای بالا رفتن و پایین اومدن از پله اگر دردی در زانوی خودتون دارید از پای کمک بگیرید که درد نمیکنه برای بالا رفتن از پله و برای پایین اومدن از پله از پای کمک بگیرید که درد میکنه حتما از دستگیره های پله کمک بگیرید این به شما کمک میکنه که دردتون رو کاهش بدید ایستادن زیاد برای این افراد حکم سم را داره پس حتما یک صندلی مناسب انتخاب کنن اون رو در آشپزخونه قرار بدن همچنین افراد بلند کردن و استفاده کردن اجسامی خیلی سبک هم براشون سخته مثل مسواک زدن بلند کردن قاشق و چنگال ما به اونها پیشنهاد میکنیم لوله ابری دور قاشق چنگال و مسواک خودشون بکشن تا بلند کردن و استفاده کردن از اون برای اونها ساده باشه یه بخش کوتاهی رو با همدیگه میبینیم و برمیگردیم